برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. با گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیز من، سودابه برنت هستم. صبح و شب خیلی خوب رو براتون آرزو میکنم. و بعد اینکه برنامه امروز در مورد ترس هست، میدونم که خیلی از دوستان محبوب عزیز پست گذاشته بود روی فیسبوک، علاقمند شنیدن این مسئله هستین. ولی قبل از اینکه شروع بکنیم، امروز سه تا پیام گوش کردم. یکی خانمی که گفته بودی من بیننده 15 ساله تو هستم، با جوونا چه کار بکنیم؟ اگر برنامه ها رو دقت کرده باشین دوستان عزیز من، میبینین که برنامه از یک هفته جلوتر طرح میشه که راجب چه مسئله هست. اگر شما صبح اون روز شو پیام میذارین، پیامتون جواب داده نخواهد شد. خانم دومی که شما رو میشناسم، صداتون رو خیلی خوب، خیلی با هیجان که من همه موهام داره میریزه، قبلا هم بر من پیام گذاشته بودی، جوابت رو در یکی از برنامه ها دادم و به نظر میاد که برنامه رو نگاه نکردی. پیشنهادی که میکنم برات این هستش که حتما یک جلسه خصوصی بگیری. چرا؟ چون ما میخوایم یه خورده این مسئله رو جا بندازیم که دوستان یه ذره عمیق‌تر چیزا رو باید ببینین و ریشگی. اگر تمام موی شما داره میریزه، دکترم رفتین، دارو هم استفاده کردین، باز هم جواب نگرفتین، یعنی کاملا ریشه یابی نشده. پس من دیگه چون یک بارم توی برنامه در مورد صحبت کردم، حتما و حتما پیشنهادم اینه که جلسه خصوصی بگیرین. و بعد برای جلسه خصوصی هم دو تا ایمیل ادرس، sudiyazdi@yahoo.com، sudibernet شماره 11 از در gmail.com. خانم اولی که راجع به بچه ها خواستی بدونی یا نوجوانان و موقعیتشون، برای شما هم پیشنهاد میکنم که آنلاین کورس رو بگیرین، چون آنلاین کورس 18 تا کلاس درش هست که همه چیز زیر رو شده در هر زمینه‌ای که شما بخوان. ولی خیلی ببخشید، یک عذرخواهی بزرگ از همه شما دوستان عزیز. شما واقعاً فقط میگین لقمه رو بذار توی دهن من و یه سوالی میکنین، یه جواب سطحی میخوان، با اون جواب سطحی هم میگین که خیلی ممنون، مرسی، لطف کردی. نه ریشه یابی شده، نه واقعاً مسئله مطرح شده. فرضاً کسی که ایمیل میزنه که من این شرایطو دارم، اون شرایطو دارم، اون شرایطو دارم، یعنی منیک دیپرشن، چیزا نشون میده که شما دیگه دیپرشن و افسردگی رو دیگه مسترش کردین. بعد میخوان با یه جواب ایمیلی شما میخوان مسئلتون حل بشه و نمیشه. اوکی؟ پس قضایا رو من از همتون درخواست میکنم، خواهشمندم، برای سلامتی روحی، روانی، احساسی، همه اینا یکم برای خودتون وقت بذارین. هیچ کسی مسئولیت سلامتی شما رو نداره. هر جایی که شما زیادی اطمینان میکنین و مسئولیت رو میدین دست یکی دیگه، حالا در مورد سلامتیتونه میدین دست پزشک، در مورد فاینانشال پولتونه میدین دست یک کس دیگه که پولتون رو اینوست بکنه، شما هیچ وقت مطمئن نیستین که یک کس دیگه چی کار میتونه برای شما بکنه و کس دیگه هم بهتر از شما نمیدونه. پس در اول میخوام که مسئولیت رو بگیرین و از سطحی بودنتون در بیان، مسائل عمیق‌تر، وقت بذارین برای اینکه علم و دانشتون زیاد بشه. اگر شما زمان بذارین بشینین اون 18 تا کورسو که معمولا بین 40 دقیقه تا یک ساعته، اگر یک دونه از اونا رو شما هر دو روز سه روز یک بار نگاه بکنین، موقعیت زندگی خارجی شما از همه نظر عوض میشه
ولی اکثر افراد رو من میبینم میگم کورس رو بگی، نه میخوام باها جلسه خصوصی بگیرم، به خاطر اینکه نمیخوان وقت و زمان رو بذارین که اطلاعاتتون بیشتر بشه. همین الان من اون مرده رو میخوام یه جلسه خصوصی بذار با من که آیا اون آقا تو زندگی من میاد و یا من حتما چجوری بتونم اون کسی که بهش چسبیده اونو بیارم تو زندگی. پس خواهش میکنم از همتون که اون وقت رو بذارین که روی خودتون سرمایه گذاری بکنین و بی خودی یه تیکه از اینجا یه تیکه از اونجا چیزی رو در زندگی شما تغییر نخواهد داد. اوکی؟ خانم دیگه از عراق مسیج گذاشته بودین که حتما باید باهات صحبت کنم بدون شماره تلفن. قربون شکلتون برم، وقتی زنگ میزنین و خیلی تلفنتون مهمه، اولین چیز من فلانی هستم، شماره تلفن، بعد داستانتون رو بگین. ولی اکثر افراد یادشون میره که حرف بزنن و بعد فکر میکنن که دیسوم که روی شماره تلفن من میفته. نه، نمیفته. بعد حتما اول شمارتون رو دقیق بگین. خب پس مسائلمون رو کلیر کردیم، بریم سر برنامه امروز که خیلی مهمه. ترس در واقع یکی از مهمترین مسائله، یعنی چیزی که اگر ما بتونیم روش کار بکنیم، یا روش که نمیتونیم کار بکنیم، اگه متوجهش بشیم که چی هست، خیلی از فلج بودن ما توی نقطه های مختلف زندگی تغییر پیدا میکنه، در واقع زندگی ما رو زیر و رو میکنه. من یه سمینار داشتم چند وقت پیش، یکی از من پرسید، گفتش که ترس رو تو انگلیسی، گفت ترس رو چجوری میتونم اوورکامش بکنم. اوورکام یعنی وقتی شما یه راه حلی برای یه چیزی پیدا میکنین، روی یه چیزی یه کاری میکنین. و من بهش گفتم ترس رو نمیتونی اوورکامش بکنی، شما میتونین روی یه چیزی یه کاری انجام بدین که وجود داره، وجود واقعی داره، ولی ترس وجود واقعی نداره. در واقع کلمه ترس تو انگلیسی میشه fear F-E-A-R. بعد تو انگلیسی برای هر کدوم از این کلمات فرضاً F میشه false یعنی اشتباه، false E میشه برای evidence، یه چیزی که به نظر میاد، یک فکری، یه چیزی appears به نظر میاد، R برای real واقعی. پس یک چیز اشتباه غیر واقعی که به نظر واقعی میاد. پس در نتیجه اگه کسی به من میگه من اینو چجوری اوورکامش بکنم، میگم چیزی که وجود نداره رو تو نمیتونی اوورکامش بکنی، کاری روش انجام بدی، اما با متوجه شدنش بعد میتونی دیدتو، طرز فکرتو میتونی نسبت بهش تغییر بدی. خب پس حالا ما هممون میدونیم که ترس واقعی نیست، یکی از داستانهایی که ذهن ما میسازه و ذهن ما تمام مدت داره داستان میسازه. خب اینجوری براتون بگم که قشنگ متوجه بشین، شما در ذهنتون و با فکرتون مرتبا دارین فیلم مینویسین، فیلم میسازین. فیلمایی که میسازین فیلمای وحشتناکه، خب و متاسفانه شما هیچ پولی هم برای این فیلم ساختنتون نمیگیرین و چون فیلمتونم یک نواخته و وحشتناکه، کسی هم براش جالب نیست که بخواد فیلم وحشتناک شما رو ببینه. جا افتاد؟ پس در نتیجه حالا که شما اگه متوجه بشین که من دارم فیلم رو مینویسم و میسازم، یه چیزی که واقعی نیست، غیر واقعیه و کسی هم خریدارش نیست، مگه شما تهیه کننده یه دیوانه هستین که هی بخوان فیلمی رو پرودوس بکنین بسازین که بینندم نداره، کسی هم براش جالب نیست؟ خب پس یک انسان عاقل میگه اوکی، اگه من این فیلمو میسازم، فیلم ترسناک و خواهان نداره، بیننده نداره، پس بذار طرز فیلممو عوض کنم. چرا فیلم خوشحالی نسازم؟ چرا فیلمی نسازم که موتیویشنال باشه، یعنی افراد رو با
باعث بشه که قدرتی درشون به وجود بیاد، بخوان کارا رو انجام بدن، بخوان از قفلاشون در بیان، بخوان تناب دورشون رو باز کنن و حرکت کنن. پس این فیلم به درد هیچکی نمیخوره. اوکی؟ حالا که شما متوجه این که شما فیلمو دارین مینویسین، شما کارگردانشین، شما تهیه کنندش هستین، فیلم خوب بسازین، فیلم عاشقانه بسازین، فیلم رومانتیک بسازین، فیلم خنده‌دار بسازین، فیلمی بسازین که مردم هم دیگران هم بخوام بشنن نگاه کنن، چون این فیلم نه فایده‌ای برای خودتون داره نه فایده‌ای برای کسی دیگه، فقط شما رو فلج میکنه. اوکی؟ حالا این ترسه برای همه ما هست. هر کی هم میگه من ترس ندارم دروغ میگه. یکی ترس از مرگ داره، یکی ترس از رانندگی داره، ایمیلایی که گرفته بودم، یکی ترس از آب و شنا کردن داره، یکی از حیوان میترسه، یکی نمیدونم، هر کی یه چیزی میترسه دیگه. خب پس در نتیجه یوپس 11-11 در نتیجه وقتی که این 11-11 حواس منو پرت میکنه پس در نتیجه شما وقتی که یه داستان میسازین، یک داستانه رو نگاه کنین، میبینین که داستانه به دردتون میخوره یا نمیخوره. نه، چون ترس و وحشت و اینی که یه اتفاقی میفته و اگه شما بکترک کنین، به عقب نگاه بکنین، میبینین از 100 بار که ذهن شما یه صحنه ترسناک ساخته، 99.99% اتفاقی نیفتاده. دیروز صبح یکی از دوستان خیلی خوب من زنگ زد که سودی جان من دیشب این خوابو دیدم، امروز هم داره میریم فلان جا، امروز چه اتفاقی میفته؟ گفتم هیچ اتفاقی هم امروز نخواهد افتاد و منم گارانتی و امضا میکنم که هیچ اتفاق بدی در این ایونت یا این برنامه نخواهد افتاد. پس چرا من خواب دیدم که اول انقدر خوب بود بعد انقدر خراب بود؟ گفتم تمام اون چیزایی که در ضمیر ناخودآگاهه بعضی وقتا تو خواب خودشونو میریزن بیرون، ترسی که دارم، وحشتی که دارم، به فرما و شکلای مختلف خودشونو نشون میدم. اوکی؟ پس در نتیجه 99.99% اوقات اون داستانی که شما ساختین اتفاق نیفتاده. اوکی؟ پس اول آیدنتیفای کردنه که این چیه؟ این یه تصویره، یه فیلمه که ذهن من داره میسازه و واقعی هم نیست، حالا من عوضش میکنم با اون فیلمی که دوست دارم. مسئله بعدی، میدونیم که ذهن ما یکی از بهترین ایمجینیشن تصویرسازیه. خب ما مرتب داریم تصویر میسازیم. حالا که من دارم مرتبا تصویر میسازم، خب من میتونم این تصویر رو به شکلی بسازم که به من کمک میکنه. فرضاً بذاریم بگیم که خیلی از خانوما ترس رانندگی دارن و اتفاقاً پیروز رفتم یه فیلم سینمایی دیدم که فیلم سینماییش راجب همین ترس بود، از خانمه میترسید که رانندگی بکنه. بعد ترس رانندگی، من الان یه تصویری ساختم که فرضاً زمان رانندگی ماشین ممکنه به من بخوره، یه چیزی ممکنه اتفاق بیفته، اون ترس در من به وجود اومده. در صورتی که ما مثل کسایی که ترس از پرواز دارن، ما میدونیم که روی زمین اتفاقات ناهنجار و مرگ و میر خیلی بیشتره تا زمانی که شما روی هوا هستین، ولی وقتی اون ذهن از ارتفاع و اینا میترسه دیگه، فکر میکنه که اون بالا کنترل دستش نیست. و مهمترین قضیهش هم اینه که ما فکر میکنیم به محضی که چون ماها کنترل فریکیم، یعنی این که همه کارامون رو باید کنترل بکنیم، همه موقعیت رو باید کنترل بکنیم، به محضی که یه ریزه این کنترل از دست ما خارج میشه، یه ما ترس برمون میداره. خب پس در نتیجه الان شما
وقتی که قدرت تصور رو میدونین، شما که میخواین رانندگی کنین شروع میکنین از امروز هی خودتون رو میبینین که خیلی با اعتماد به نفس بالا و خیلی با احساس خوب میرین پشت ماشین میشینین، سویچ رو میکنین، اون تو روشنش میکنین، با گاز و گاز و ترمز با هم دیگه بازی میکنین، خیلی شما روون رانندگی میکنین و بعد میرین توی جاده، میرین توی فریوی، میرین روی پل، نمیدونم همه این داستانا. روز بعد از روز بعد از روز وقتی که شما خودتون رو میبینین که دارین این کار رو انجام میدین و خیلی راحت و خیلی روون این کار انجام میشه، یواش یواش اون تصویر ضمیر ناخودآگاه تغییر پیدا میکنه. اوکی؟ اگه ترستون از شناس همونطور برین جلوی استخری، نمیدونم چیزی، بشینین دریاچه و خودتون رو مرتبا مجسم بکنین، تجسم بکنین که دارین شنا میکنین، چقدر راحت، چه احساس خوبی، چقدر سبک. چیز دیگه که میخوام ازتون انجام بدین که این خیلی با قدرت هست، بشینین یه ورق کاغذ بردارین و بشینین یه ورق کاغذ بردارین، یعنی اینکه از این گوش نشنوین و بندازینش کنار. سه تا چیزی که ازش خیلی میترسین و بنویسین. حیوان شناس، نمیدونم اون مانسترا، اون چیزایی که توی کمد قایم شدنه، هر چی که هست اون سه تا رو بنویسین. بعدش بنویسین که این سه تا چیزی که شما ازش میترسین چجوری تا به حال به شما کمک کرده. آیا اگر من ترس شنا دارم به من چه کمکی کرده؟ هیچ وقت طرف دریا نرفتم، هیچ وقت دریاچه نرفتم. بعد ذهن متوجه میشه که او یه چیز اینجا خرابه، پس توی کاری که من ازش میترسم در اثر انجام نشدنش هیچ بنفیت یا هیچ چیز خوبی اونجا نیست. حالا سه تای دیگه یا اگه بیشتر تو ذهنتون میاد بهتر بنویسین که با ترس شما و اینکه شما اون کار رو انجام ندادین از چه چیزایی عقب افتادین. فرضاً اگر شما از رانندگی میترسین بنویسین فرضاً برای خودتون که من هیچ وقت شوق یا عشق این که پشت فرمون بشینم، اون احساس، حالا اگه احساس قدرت بهتون میده هرچی، اون احساس رو نتونستم بکنم. دوم این که من همش چیز فلج بودم که یکی دیگه بیاد از یکی خواهش رو تمنا بکنم منو از اینجا از یه نقطه ببره به یه نقطه دیگه، بعد نمیدونم به خاطر اون چون ترن سوار میشم، اتوبوس سوار میشم، خیلی زمان کامیوت کردنم، از یه جا به جا یه جای دیگه رفتنم خیلی زمانش بیشتر شده، پس وقت از دست دادم. هر چیزی که توی ذهنتون میرسه، هر ضرری که اون ترس و انجام ندادن اون کاری رو که میخواستین توی زندگیتون میاره، یکی از اونا بیزنسه. فرضاً سروی کردن که از آدمای خیلی زیاد پرسیدن که آیا شما میخواین برای کسی کار بکنین، کارمند باشین، یا اینکه میخواین شغل خودتون رو داشته باشین و حس بزنین چی؟ اکثریت انسانها به خاطر اینکه از ریسک بیزنس خودم رو داشتن میترسن، اکثر افراد ترجیح دادن که کارمند باشن. یکی دیگه بهشون بگه این ساعت کاری توی، کی بیا کی برو، این حقوق توه. و برای خود من که 30 خورده ساله که الان اینجا هستم، شاید 2 سال اول من کار کردم برای کسی دیگه. تمام عمرم من سلف ایمپلوید بودم یا برای خودم کار کردم. خب این کار خیلی ریسکیه، برای اینکه شما هیچ وقت نمیدونین که این ماه چقدر پول میاد، چه اتفاقی میفته، بیزنس کجا میره، چی میشه. خب و هیچ وقتی هم که شما برای خودتون کار میکنین بیمه سلامتی ندارین، نمیدونم چیزای دیگر رو که برای کسی کار کردن براتون میاره اونا رو ندارین. اوکی؟ ولیکن در مقابلش اگه من اون ترس رو نداشته باشم
و بیزنس خودم رو راه بندازم، خودم کار بکنم، در عوضش من تمام همه چیم دست خودمه. من میدونم که کی میخوام پاشم، کی میخوام بیداشم، کی میخوام کار بکنم. و متاسفانه اینم باید بگم وقتی که ما برای خودمون کار میکنیم 100% خیلی بیشتر کار میکنیم تا زمانی که برای یک کس دیگه کار میکنیم و به ما میگن این تا اون ساعتته. اوکی؟ ولی بحث ما الان راجبه چقدر مقداری کار میکنیم نیست. بحث ما راجبه اینه که چقدر از افراد به محصی که من خیلی جلسه میگیرم، افرادی که میخوان یه بیزنس جدید رو شروع کنن و تمام وجودشون پر ترسه، وای اگه این چی این بشه، وای اگه، میگم خب اگه بشه بعد چی میشه. ترس از شکست یکی از بزرگترین چیزا که ما کار رو انجام نمیدیم، ترس از شکسته. چی میشه اگه من این کار رو شروع بکنم و موفق نشم؟ خب نشی. فرضاً اگه من یه کاری رو موفق نمیشم، هیچ وقت نمیشم ناراحت بشم، میگم واو این کار خراب شد، چه اشتباه بزرگی کردم. نه، میگم ای این کار نکرد، خب بذار اون 99 تا راه دیگه‌ای که میتونه کار بکنه رو انجام بدم. پس فرق انسان موفق با ناموفق چیه؟ انسان ناموفق ما میدونیم که به محضی که زمین میخوره یه انتظاری داره که همه چی باید خوب پیش بره، و اون میدونین از کجا میاد؟ اون از دوران بچگی در ما به وجود میاد، چون خانواده های ما نادانن و کانفلیکت یه چیزی که کانفلیکت مثل مانع میمونه، با اولین مانع یا مشکلی که به وجود میاد اینا بد میبیننش، خراب میشه، وای چرا اینجوری شد. دو بار شما اینو توی خانوادتون توی بچگیتون ببینین که پدره میگه یا مادره میگه، یاد میگیرین که او مانع نباید وجود داشته باشه. یا اکثر افراد فکر میکنن که اوکی اگه یه رابطه خرابه، من در خیلی از جلسه ها میبینم وقتی با من تماس میگیرن جلسه میذارن که رابطه تمومه، خراب شده، حالا به من بگو که من چجوری با جدایی و این مسائل دیل بکنم، بعد از یه ساعت جلسه داستان اصلا کلن عوض میشه. یعنی اصلا کسی که فکر میکرده این رابطه تمومه، دو مرتبه او حالا فهمیدم پس این بوده که این شده، پس این رابطه میتونه هنوز کار کنه. ما با اولین شکست قطع میکنیم، برای اینکه عادت نکردیم، یاد گرفتیم که مانع بده. نه، مانع بد نیست. مثل بازی شطرنج میمونه که شما از این ور میایین اون ور، مهرت کارتون اشتباه است، چیزو عوض میکنی، دو مرتبه راتونو عوض میکنی. شما هزار تا انتخاب دارین در هر موقعیتی. اوکی؟ پس در نتیجه ترس از شکست باعث میشه که ما جلو نریم. ولی اگه دیدتون رو عوض بکنین، هر بار که یه چیزی به سنگ میخوره انجام نمیشه، اوکی این کار نکرد، راه بعدی، اوکی حالا اینو امتحان میکنم، شکست، شکستی در کار نیست. به قول کی بود؟ ادیسون بود که یه بارم براتون توی یه جایی توضیح دادم، نمیدونم تو شو بود چی بود، که بعد از 100 بار که این کار میکرد و لایت رو نمیتونست به وجود بیاره، یه روز آخر سر اومدن بهش گفتن که بابا چقدر دیگه امتحان میکنی، 100 بار اشتباه کردی. گفت نه 100 بار اشتباه نکردم، 100 بار متوجه شدم که این متد کار نمیکنه، یه متد دیگه حالا کار میکنه. اوکی؟ پس اون جوری که من دید من چیه، من چجوری به مسائل نگاه میکنم، همه چی رو میتونه عوض بکنه. خب پس ترس از ریجکشن، نکنه من برم با این یارو حرف بزنم، یارو بگه که نخیر من شماره تلفن تو رو نمیخوام. البته بچه های ایرانی که فهم کنم زبل و تیز و تو شماره دادن و رد و بدل هستن، ولی با وجود اینا توی امریکا، بین امریکایی یا بین اروپایی یا این مسئله هیوجه، خیلی بزرگه. چی میشه اگه من با یارو حرف بزنم دختره بگه نه؟ و خیلی ما اینو من توی پسرها میبینم، توی آقایون میبینم، که یه پسری با من جلسه داشت که 10 ساله یه دختری رو دوست داره، هم این آزاده همون آزاده، تو همدیگه هم دارن میچرخن، این جرات نکرده به این بگه من چه احساسی نسبت به تو دارم. میگم چرا؟
میگه که آخه نمیدونم یا من خوشش بیاد یا نه. گفتم خب اگه تو بهش بگی اون بگه نه من تو خوشم، خب من ریجکت میشم، یعنی منو رد میکنه. گفتم ببین تو 10 سال از زندگی تو اون رابطه، اون چیزی که میتونستی با این دختر داشتی رو نداشتی، از دست دادی، اون تجربه هایی که میتونستی داشته باشی از دست دادی به خاطر ترس از این که اون دختره به تو بگه نه. خب الان اینا رو بذارین تو ترازو ببینین که درد کدومش بیشتره. اینی که 10 سال من هی حواسم به یکی باشه، همه انرژیم اونجا باشه، 80% انرژیم بره رو این یارو ولی نگم، یا اینکه یه رفعه این شهامت بگم، بگم حالا یا میگه آره یا میگه نه دیگه، جهنم چه فرقی میکنه هرچی که اون میگه. خب پس ترس از رد شدن، ریجکشن، یکی از ترسای خیلی 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 بزرگه. و فرضا من خودم هم اینو دیدم، وقتی که تصادف خیلی گنده وحشتناک کردم برای یه مدت ما میترسیم دیگه دور پشت فرمون بشینیم. من اینو تجربه کردم، اون چیزه رو که میبینیم اون کامپکت و اینا، ولی هیچ چیزی مسئله رو عوض نمیکنه تا دوباره بشینی. یعنی اینکه هیچی عضله رو قوی نمیکنه تا زمانی که روش فشار بذاریم. اوکی؟ پس در نتیجه وقتی که من نشستم 2-3 روز اول مراقب تر بودم، بغل کسی نمیشینم، چون ماها که کنترل فریک هستیم فکر میکنیم که هیچ کس دیگه ماشین رو نمیتونه به خوبی خود من این ور اون ورش بکنه. اوکی؟ پس در نتیجه خودم با رانندگی بکنم 2-3 روز اول یه ذره مراقب ترم، یه ذره حواسم بیشتره، بعد بلافاصله روز دوم سوم از بین میره، میشم همون آدمی که اینجا میگن تو مثل شوفر تاکسی های ایران رانندگی میکنی. من نمیتونم شوفر تاکسی ها چجوری رانندگی میکنن، ولی از بین ماشینا و نمیدونم همه این داستان ها، دو مرتبه برمیگردیم سر همون قضیه. هر چیزی که من ازش میترسم اول از خودتون بپرسین این ترس آیا بر منو پیشرفت داده یا عقب نگرم داشته. 100% عقب نگردم، چون با این ترسه، با فلج شدن، من کلی تجربه‌ای که میتونستم بکنم و نکردم. یه تو اون سمیناری که اون روز داشتم همه خندیدن، گفتم که تو انگلیسیش قشنگ‌تر میشه، وقتی برمیگردونی به فارسی معنی اونجوری نمیده. گفتم اکثر انسان‌ها از مرگ میترسن، مرگو که همه ما میدونیم یه موقعی میاد، ولی من نگران اون زنده هایی هستم که شماهایی که فکر میکنین زنده این ولی مردین. اون بیشتر جای نگرانی داره که آیا من دارم زندگی رو کامل دارم میکنم یا نصف نصفه، یا اکثر انسان ها نمیکنن. بارها اینو هم من شنیدیم، بازم من فکر میکنم که انسان ها یک سری مرده های متحرکن که معنی زنده بودن رو نمیفهمن، ولی چون دارن حرکت میکنن فهم میکنن که خب آره من دارم حرکت میکنم، لابد زنده ام دیگه. پس وقتی که متوجه میشین این فیلمو شما میسازین، فیلم طرفدار نداره، شما با ادامه دادنش، ساختن این فیلم ضرر مالی میکنین، فیلمتون رو عوض کنین به یه سناریوی جالب خوشایند پر کامل پشنت خوب، و بعدش شروع کنین با قدرت تخیل هی خودتون رو ببینین که دارین اون کار رو انجام میدین، و بعد باید برین جلو اون کاری که شما رو میترسونه تا موقعی که انجامش ندین مشکل دارین. پس در نتیجه به خودتون فشار بیاریم که هر چقدر که من این ترس الکی که واقعی نیست ولی اینجا هستش، حالا که من دارم این ترس رو میفهمم که واقعی نیست، پس بذار برم جلو ببینم چی میشه. خب پس این مسئله فوق العاده مهمه، بخشایی که بهتون کمک میکنه. بعد باز دو مرتبه برمیگرده به اون داستانی که ترس یک مقدارش دو مرتبه
ببینین در مغز ما غدد‌های مختلفی در حال ترشح هستن. خب هر کدوم از این غدد با یک ضربه‌ای که بخوره، که خدا میدونه من چه بلایی سر خودم آوردم، سر از روی اسب افتادن و نمیدونم تو اسکی افتادن و تصادف ماشین و رو زمین خوردن و سر خوردن و تمام این داستانا، هر بار که ما میخوریم زمین، من یادم یه بار اسکیت بازی میکردم با رولر بلید بازی میکردیم تو لب دریا با دوستام و این دوست من اروپایی بود، اومد شوخی کنه، اومد پاشو از، یعنی قصدی نکرد، اومد یه دفعه به طرف من پام سر خورد، با مغز خوردم رو زمین و رفتم تو کما و بعد تا دو روز بعدش من به هوش میومدم، میدیدم اینا دارن میگن ببریمش بیمارستان، نبریمش، دوباره من میرفتم تو خلصم. بعدن که در اومدم گفتم مونگولا من دو روز اینجا افتادم، شماها هی با هم دیگه شک میکردین که ببریمش بیمارستان یا نبریمش چیز شده یا نه. ولی صحبت من اینه که با هر ضربه‌ای که میخوره یک قسمتی از مغز فرکشر میکنه، تر میشه، پاره، حالت پارگی پیدا میکنه و بعد اون شروع میکنه روی همه قسمت‌های دیگه بدن من اثر میذاره. خب پس ترس دو مرتبه از کمیکال مغزی ایمبالانس یا ترشحی که نظم نداره میاد، یک مقدار زیادیش از اونجاست. پس در نتیجه وقتی که شما فرزن هورمون هایی مثل اندورفین، مثل سراتونین، برای یه کسی که، یه انسانی که میبینین خوشحاله و سرحاله و همش میگه و میخنده و میگن دنیا چه خبره، میگه عالی، این چطوره، عالی، اینا بدونین که هورمون های مغزیشون ترشحش درسته، اونا غیر عادی نیستن. شمایی که شک میکنین که وا اینم که همیشه حالش خوبه، این چه مرضی داره، اون مرض نداره، شما مرض دارین که مرتب ترس و نگرانی و دلهوره و واهمه و همه این داستانا رو دارین. پس اگر که شما بیشتر سراتونین، نمیدونم اندورفین ترشح میشه، اینا هورمون عاشق شدن، خوشحالی، رضایته. ولی وقتی که برعکس میشه، وقتی ادرنال بیشتر ترشح میشه، غدد دیگه بیشتر ترشح میشن، شما وسواس میگیرین، نمیدونم ترس و وحشت و دلهوره درتون به وجود میاد، تمام این مسائل. پس یکی از چیزهای ترس از تعادل نداشتن ترشح غدد مغزی ما هست. و حالا اگه ما بخوایم بریم هیستوری هر کی رو نگاه بکنیم که چند بار زمین خوردی و چند بار چیز شده و نمیدونم این یا اون، در اون مورد ما نمیتونیم کاری بکنیم. اما چیزی که ما میتونیم کاری در موردش انجام بدیم، آگاهی به این که در هر صورت هورمون‌های من نظم داشته باشن یا نظم نداشته باشن، من کنترل دارم روی نظم ترشح غدد مغزی. به چه صورتی؟ به این صورت که وقتی که شما میرین توی مدیتیشن، وقتی که شما میرین با جهان هستی یکی میشین، همه چی وای میسته، زمان میایسته. قبلنم براتون گفتم خیلی از افراد میگن کرم کلاژن استفاده کنم جوون تر بمونم، یا نمیدونم ویتامین سی با این گفتی جوون تر بمونم. اینا ماسمالی بیرونه. اگه میخواین واقعا جوون بمونین، مدیتیشن. برای اینکه وقتی شما مدیتیت میکنین، مثل این میمونه که شما وقتی میخواین یه چیزی ثابت و تازه بمونه چیکار میکنی؟ میذارینش توی فریزر، درسته؟ در اون زمان اون کپک نمیزنه، خراب نمیشه، هیچ اتفاق نمیفته. مدیتیشن مثل این میمونه که شما هر روز خودتونو یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت بذارین توی فریزر، چه اتفاقی میفته؟ شما فرش و تازه میان بیرون. اما چون شماها سطحی کارین، چون شما
اصل قضیه رو نمیگیرین و اهمیت هم نمیدین برای اینکه روی برای خودتون وقت بذارین که علم و دانشتون رو زیاد بکنین، شما میرین دنبال کرمه. کرمه کلاژن کمک میکنه، آره، برای اینکه کلاژن اصلا چیزی که باعث الاستیسیتی، اون کشش پوست میشه، درسته؟ ولی اونی که شما با بیرون میزنین یک دهم قضیه است. مدیتیشنه و ورزشه اونا 7-8 قسمت برنامه هستن. اون چیزی که شما از بیرون استفاده میکنین آنچنان چیزی نمیکنه، چون 1 در مقابل 8 خیلی اثرش کمتره. اما اگر شما یاد بگیرین که اون برین توی اون سکوته و برین توی مدیتیشن، وقتی که در میان بهتون میگم از جلوی آینه که رد میشین مثل اینکه فیس لیفت داشتین پوستتون رو کشیدن، انقدر مدیتیشن میتونه اثر بذاره. خب پس در مدیتیشن من میتونم کمیکال های مغزیم رو نظم بهشون بدم. مدیتیشن ضربان قلب رو میاره پایین، آهسته میکنه. در مدیتیشن شما میتونین خودتون رو شفا بدین. هر چیزی، هر اتفاقی، هر داستانی که هست، من اینو به شما بگم دوستان که اگر شما میری، من خودم چندین سال پیش رفتم یه تست دادم، گفتن سرطان دیدیم، خیلی هم با هیجان و گرم گفتم که خیلی ممنون، من یه ماه دیگه با شما تماس میگیرم. ای، 1 ماه دیگه ممکنه دیر باشه. اوکی مرسی، خیلی ممنون. در 1 ماه من چیکار کردم؟ مدیتیشن، خودم به خودم هیلینگ و شفا دادم. 1 ماه بعد میری برای یه تست دیگه، ما اشتباه کردیم، ببخشید ما اشتباه کردیم. اوکی، من نمیگم که اینو کدم نکنین، شما برای سلامتیتون تصمیم میگیرین، به حرفای منم هیچ کاری نداشته باشین. من تجربه خودم رو میگم، این تجربه منه. اوکی، توی DVD The Secret دیدین شما خانمی که سرطان داشت تصمیم گرفت که خودش روی این قضیه کار کنه. خودش هم چیکار کرد؟ تغذیهش رو درست کرد، ورزشش رو شروع کرد، مدیتیشنش رو کرد، هر روز هم نشست فیلمای خنددار رو نگاه کرد و سرطان از بین رفت. اوکی، پس در نتیجه من به همه تون فشار میذارم مدیتیشن رو شروع کنین، ورزش رو شروع کنین. ورزش کمیکال های مغزی رو 2 مرتبه عوض میکنه. این دوتا مهمه، نه اینکه من برم چه دستگاهی منو بلرزونه که لاغر بشم، نه اینکه کرم چی بزنم که پوستم خوب بشه. چیزا رو اساسی یاد بگیرین، ریشگی روش کار بکنین. اوکی، پس در نتیجه شما زمانی که میرین توی مدیتیشن میتونه اولش که نشستین اینتنشنتون یا درخواستتون این باشه که فرضاً من میخوام روی ترسم کار بکنم و برین توی سکوته بشینین، انتظار نداشته باشین. روز بعد از روز بعد از روز شما میتونین اون تصویره رو کاملاً ببینین. وقتی که من با این جهان هستی یکی میشم، همه چی به من نشون داده میشه. اوپس، یاد ارسلان افتادم، خانمی که ایمیل زده بودی که بچه برادرتون ارسلان که فوت شده، جوونه و نمیخواد بره. گفتی خواهرم امروز نشسته گفته که سودی امروز راجع به ارسلان حرف میزنه. اوکی، من میخوام که جلسه خصوصی بگیر عزیز، به خاطر اینکه دفعه پیش که من راجع به ارسلان در برنامه صحبت کردم، خواهرتون اون شب برای اون شب خوب خوابیدن، چسبه که میگم. اوکی، حالا امروز هم من بگم که ارسلان باید بره
این بین هوا و زمین نمونه، کمک لازم دارین که فرستاده بشه بره بالا، چون گفتم روحایی که آگاه نیستن میچسبن به زمین و اینجا خبری نیست، همه خبرهای خوب اون بالاست. اون چیز بنابراین با من یه جلسه خصوصی بگیرن خواهرتون. اون چیزا رو دیدین خوندین که اوپس ثانکیو علی جان. 5 دقیقه اون یه چیز هست که میگه که یه نامه از طرف خدا که خدا میگه خیلی بامزه است وقتی که میخونینش. خدا میگه که بی خودی از خودتون انقدر حرف در نیارین، من نمیدونم چند تا چیز نفرستادم پایین، یکی رو شراب ندادم عیسی مسیح رو شراب ندادم که بخوره، اون یکی رو خنجر بهش ندادم، اون یکی رو اینجوری نکردم، خودتون همه این چیزها رو ساختین برای اینکه بتونین پول از توش در بیارین. و خیلی بامزه است، برمیگردی به این درس داستانه که متاسفانه همیشه هم از من شنیدین بازم میشنویم. یکی از ترسای افراد ترس از مرگه. هر کی بهتون گفت من از مرگ میترسم، من از مرگ میترسم مساوی ناآگاه، کسی که خوابه از مرگ میترسه. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا کلاس درسه، اون بالا بهشته، به غیر از بهشتم جهنمی وجود نداره. هر کی تو کلتون کرده که یک آتیشی اون بالا میسوزه و یک خدای ظالمی نشسته که داره فوت میکنه و کارهای شما رو قضاوت میکنه و میگه این بده و حالا باید جذبش رو ببینی و نمیدونم تنبیه بشی، همچین خبرهایی نیست. به خاطر اینکه هر کسی که در شما ترس و وحشت رو به وجود بیاره چیکار میکنه؟ قدرت شما رو میگیره. انسان‌ها در اثر ترس ضعیف میشن. دولت ها چیکار میکنن؟ شما رو میترسونن، چون با ترسشون شما رو حالا میتونن زیر پوشششون نگه دارن. شما در ترس خفه میشین، شما در ترس حرف نمیزنین، شما در ترس حرکت نمیکنین. پس یکی از بهترین ابزاری که دولت ها استفاده میکنن برای اینکه انسان ها رو بتونن روی کنترل بمونن ترسه. ترسم در مذهب به وجود آوردن که واتیکان و این و اون و اون بتونن یه سری انسان های ناآگاه سوء استفاده بکنن. خداوند فقط عشق و فقط نوره. اوکی؟ خداوند قضاوت میکنه، نه شما رو تنبیه میکنه، نه از کاراتون بترسین. خود من، اون وجود اصلی من، روح من میخواد خوب باشه، میخواد عشق داشته باشه، میخواد عشق بده، میخواد عشق بگیره، میخواد کار خوب خودشو بکنه، به کس دیگه هیچ ربطی نداره. اوکی؟ پس ترس و وحشت نداشته باشین که میرین حالا یه جایی میسوزین، وای اگه این کارو نکنین حالا چی میشه؟ هیچی نمیشه، گارانتی. وقتی که ما میریم، من تجربه‌مو گفتم دوستان براتون، من رفتم و اومدم، میدونم اون بالا چه خبره. هر کی هم میگه بی خود میگه، خودش بی خود میگه، چون اون تجربه رو نداشته. اوکی؟ شما هر وقت میخوان ببینین که یکی کجا وایستاده، ببینین خودش کجا وایستاده. شما نمیرین از یه آدمی که چی میگن چیزش گروه چیشه بخواین اطلاعات بیزنس بگیرین ازش. من میدونم، من تجربه کردم. اوکی؟ پس در نتیجه اونجا فقط نور و عشقه، خیالتون تخت و راحت باشه. هر کاری اینجا کردین، اینجا جهنم همینجاست، بهشتم همینجاست. کارما داد و ستدیه که شما میکنین، جای دیگه شما تنبیه نمیشین، اینجا دارین تنبیه میشین. پس نگران اونجا نباشین، نگران اینجا باشین، نگران اینجا هم تازه نباشین. خب وقت برنامه تموم شد دوستان عزیز من. پس در نتیجه به خاطر داشته باشین که برنامه ها یک هفته جلوتر برای هفته بعد محبوب جان لطف میکنه برنامه رو انتخاب میکنه و پستش رو میذاره روی فیسبوک. اگر سوال دارین یک هفته جلوتر با سوالاتون، یا اگه میخواین در برنامه چیزی گفته بشه یا برنامه هفته آینده راجع به اون بشه،
یک هفته جلوتر باید این کار انجام بدین. آنلاین کورس رو خواهش میکنم بگیرین. چه چیزی مهمتر از اینه که شما آگاهی کامل داشته باشین که با زندگیتون، با خودتون، با دوروورتون، با این و اون چی کار کنین. با من جلسه نگیرین دنبال اون مرده بگردین، کورس رو بگیرین که آگاه بشین که به چیزی نباید بچسبین. اوکی؟ پس در نتیجه خواهش میکنم یه ذره عمیق‌تر بشین، از سطحی بودنتون در بیاین و بعد اینکه آنلاین کورس رو بگیرین، برای گرفتنش روی وبسایت هست sudabe.com یا ایمیل بزنین به suriyazdi@yahoo.com. در ضمن دوست عزیز من سیمین قفاری، خانم هنرپیشه ما که اروپا زندگی میکنه، به امریکا اومده. من پنجشنبه دیدمشون و قرار شده که من یه اینترویو با سیمین قفاری بذارم که صحبت میکنیم. از محبوب میخوام که پستش رو روی فیسبوک بذاره که شما بدونین که این اینترویو چه روزی و چه ساعتی خواهد بود. اوکی، با آرزوی عشق و بهترین ها تا دوشنبه آینده. I love you. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.